بیننده های عزیز، شما را خوش آمدید میگیم به یکی از برنامه های دیگه ما. ما امروز در ولایت میدان وردک، ولسوالی حصه اول بهسود، در جلگه دوستدار در کنار دریای هلمند آمدیم. سر و صدای دریای هلمند هم بلند است و ما در اینجا آمدیم. آمدیم بعضی از دوستا در اینجا فکر کنم که رمه یا مال میشوید. آمدیم ببینیم، همراه از اینا صحبت خواهیم داشت که اینا مثلا طرز مالداری و زراعت از اینا چه قسمی است. پس با ما باشید، ما میریم همراه بیننده های عزیز صحبت خواهد داشتیم. اینجا کنار دریای هلمند است. اینا هم کسایی هست که امی رمه را اینا در اینجا نگهداری میکنه. واقعا یک فضای خوبی برای مالداری و زراعت است. در اینجا ما امروز آمدیم، خواستیم در کنار دریا ببینیم چه کسایی از دریا آیا استفاده میشه نمیشه برای زراعت و چه کسایی در اینجا هست و حضور داره. بیننده های عزیز، قسمی که شما میبینید اینا در اینجا امو مال میشه. کاکا جان سلام. سلام علیکم، خوب هستی؟ تشکر، سلامت بشی، زنده بشی. میشه خود بر از ما معرفی بکنی؟ اسم شما چیست؟ اسم من حسین. از کدام ساحه هستی؟ توبگاه. از ساحه توبگاه. حالا شما در اینجا چی کار میکنید؟ مال است از یک نفر امور موشی. خب از خودون شما نیست؟ نداریم. خب در اینجا شما منحیث همسایه هستید، خانه دارید چی قسم؟ همسایه هستید، دیقانی هم دارید؟ یکم دیقانی داریم. خب این زمین هایی که در این ساحه هستن مربوط از شما میشه؟ نه او مربوط از دیگه نفر رو مفتیم و دیقانیش میکنیم. دیقانیش میکنید؟ خب سعی کن نگریزه. خب این ساحه را که ما میبینیم زمین های زراعتی هست، آیا از این دریا برای از این زراعت استفاده میشن یا نمیشه؟ والا کم میشه، خیلی کم. این میجوی شما را خیلی این میقدر استفاده میشه دیگه. از این بالا بخی خشکه بالا. دیگه بقیه امکانات نیست که مثلا از اینجا آب بالا بکشه در قسمت بالا؟ نه زمین های از ما بخی در خورده. خب در اینجا هیچ کدوم توجه نشده که مثلا در اینجا وزارت زراعت بیاید اینجا روی ازی کار بکنه؟ نه یک چیز جور نشده، نه اور جور شده، نه دیگه چیز جور شده، نه بندی برق جور شده، یک چیز جور نشده. این یاو بخی هزار ماره این یاو نمو از مو در خورده. این تمام شد، ششته شد؟ شما در یک فصل سال چند بار این مال میشوید؟ ما دو بار میشیم. دو بار؟ آه. یک بار اول بهار، یک بار نیست بار یا تیر ماه هم میشه؟ نه در تیر ماه نده، فقط این سه ماهی پایسته دو بار میشیم. دیگه از او تیر ماه باشتا نمیشه، یخ میشه نه اینجا. برف میزن و نده سرای کوی مال برف زد. بله. اینک خب. چند روز پیش بخی برف زد. خب. در اینجا هم برف زده بود؟ اینجا برف زده و برف سرای کوی نه. آه بله، برف دیده میشه در بلندی های کو. چقدر برف زده سکم؟ خب خود برفی زمستان نیست، برفی اینمی زمزی درست پیش برف زده. خب مهم از خانه برشیدن هم تلیستی از خاطر مزیخی یک رقم شمال بود که. خب بیننده های عزیز، ببینید در بهسود هم برف باریده بوده، نه تنها دیگه جایی که چی کنیم که در اینجا رسانه نبوده، هیچ کدام منبعی نبوده، در اینجا برای دولت اطلاع داده نشده. در اینجا این برف باری در قسمت زراعت اینا آسیب رسانده نرسانده؟ والا یکم سرما گرفته و یخ زده زمین و ازمانه، این کچولو ازمانه یخ زده و دیگه این رشقور یخ زده. دمزی چند روز پیش باید از خانه برشنه نمیتونستی، یک رقم باد بود که شمال بود که دیگه در زی دشت که دماده نمیتونستی از خاطر زی برف و باریش هم بوده کم کم. دیگه می سرای کو خیلی برف گرفته که دیگه باز در زی تاها شمال بود. خب کسب و کاری اکثریت از مردم زراعت و مالداری است یا کدام کاری دیگه هم داره؟ نه دیگه یه چیز نیه، فقط اینم یک دو دانه گستوگ نگاه کنه دیگه خلاص زراعت هم نیه، یه چیز نیه.
خوب این سال از خاطر خشکی دیگه مرد دیگه این مال زمینوی از ما در خوردن پس امسال نظر در سالهای دیگه خشکی بیشتر است؟ از پارسال کدام دیگه پارسال باز خوبتر بود امسال دیگه در خورده زمینوی این مالی اما ایک ما گندم کشتی دیدی این مالی چیزی نیه اینجا بیشتر حاصلات مردم چیست؟ چی کشت میکنن؟ گندم کشت منه اگه کمان کچالو اگر کشت کنم پاک سرما میزنم سرما میزنن یعنی yani در اینجا مردم در بهسود در مجموع بهسود مردم از یک در یک سال چند فصل میگره از زراعت یک فصل یک فصل یک فصل همین یک فصل هم سرما میزنن یعنی مال سرما زده یعنی دنگی وقتی تایسته سرما زده یکی از پنج با خوب بیننده های عزیز ما در اینجا آمدیم از دوستا در اینجا قسمی که شما دیدید طرز مال شدن هم شما دیدید چه قسم همو قسمی که هر کسی دیگر مثلا انسان ها هم میکنه بر از اینا ببینید منظم با آب پاک اینا شسته میشه واقعا یک طرز جالبی بود که ما امروز آمدیم اینجا یه را دیدیم و دیگر کاکو جان دیگر کدام پیام اگر بر از ما داشته باشه اگر بشید تشکر سلامت بشه از یکی وقت بر از ما گذاشتید